هر خلطی میتوانه بلور بشه، تبدیل به سودا بشه، و این سودا وقتی که بلور شد و رشد فزاینده پیدا کرد اسمشو میذاریم سرطان. وقتی که این شد، یک قطعه از این شناور میشه در یک جای دیگر بدن که معمولا شناور میشه در جاهای سرد، پشت ریه و این طرف ها، ریه و استخوان، اینجا جای سرد و مغز معمولا حرکت میکنه، جاهای سرد رو درگیر میکنه، در همونجا لانه میکنه، میمونه و رشد میکنه به تدریج. و اسم این توزیع این ماده بیماری در و جای گذشته در جای مختلف رو میگیم انتشار، متاستاز. خب میگیم که متاستاز پیدا کرد، انتشار پیدا کرد، همه جا رو گرفت، ریشه کرد، همه جا رو گرفت. در تعجبی نداره، بله، همون ماده که هم در یه جا رشد کرده همون پخش در جای دیگری. اگر بخوایم انتشار درمان کنیم چه کار بخواد بکنیم؟ با همون مکانیسم اولی، همچنان که با گرما خود قده رو محاصره میکنیم، تومور لاغر میشه، گرما به کل تن اگر بدهیم به متاستاز ایجاد نمیشود، انتشار پدید نمی آید، چون ماده بیماری کجا رو اول نشونه گرفت؟ جاهای سرد رو اول، چون در طبیعت سرد بودن رفت اونجا، اگر همون جاهای سرد گرم بودن اونجا رو نمی گرفت. چرا هیچ وقت ماده سرطانی قلب رو نشونه نمی گیره؟ چون گرمترین نقطه بدن است. خب کبد ماده صفراوی است، ترکیبی از سردی و گرمی است. من اینجا مثال زدم، داخلش گرمه، بیرونی سردی، و این سردی بیرونی است که اینجا موجب بشه که لانه میکنه، که الان اینو توضیح اختصاصی میدم. پس اگر بخوایم انتشار پدید نیاد، باید از سردی های خوراکی پرهیز کنیم. دو، گرمی های لطیف رو افزایش بدیم و تکرار کنیم، و از سردی های روانی بکاهیم و به گرمی های روانی رو افزایش بدیم، امید رو افزایش بدیم، دعا رو افزایش بدیم، گرمی روان رو زیاد بکنیم. این آدم های منفی باف که دور آدم جمع میشن، ای سرطان گرفته، ای خدا چیکار، خیلی خوب، ای بگی تا بکشیش، ای پیغام پس خام چپ و راست، همطوری نه، همطوری سرطانش رو بزرگ میکنی. سرطان همون چیز دیگه، خرچنگ، چنگ اندازیست. با تکرار کلمه منفی میشود سرطان در افراد پدید آورد. یک آدم سالم رو بنشونید، سالم، تمام آزمایشاتش رو بگیرید، بیوشیمی، هورمونی، همه چیز سالم، نبض، ضربان، همه چیز علائم حیات کامل. بعد روزی 40 بار بهش بگید تو سرطان داری. به نظر من به 2 هفته نمیکشه. سرطان پیدا میکنه، هفته سوم میمیره. اصلا کسی نه، خودتون به خودتون بگید اگه نمردید. اصلا این داستان معروفه که همه حکما از قدیم و جدید معتقد بین. منتها در طب جدید عادت است به اینکه یک بیماری رو ریز کنی، لیست کنی، بگی. که وقتی میری پر یه نفر میگه خیلی خوب، این اینجا مثلا 18 روز اینجا، 12 روز اینجا، این مثلا 20 روز 30 روز 32 روز دیگه میبری. همینطور ردیف میکنی جمع تفریقی. بله، این شخص، این پزشک گناهی نداره بر اساس آموزشی که او داده شده. بله، میگه هرگاه این فاکتورها در این حد باشن معمولا سقفش این است. اون درسته، اون حرف درسته، اما خیلی خوب، اظهار این حرف برای بیمار چه کمکی برای درمان میکنه؟ کمکی برای درمان نمیکنه، کمک به مرگ میکنه، برای درمان نه. میتوانه این رو کتمان بکنه، میگه به هر حال بیماری شما دارید، ولی با لطف خداوند بالاتر از همه بیماری هست. توان خداوند که تو رو از هیچ هست کرده میتونه تو رو، تو چشم نداشتی حالا بینات کرده، نفس نداشتی حالا بینات کرده، توان خدا که به آنی میتوانه یه چیزی که نیست رو هست بکنه، نمیتونه حالا این بیماری تو رو نیست بکنه؟ چرا میتونه؟
به آنی میتونه برگردونه. خیلی خب، به همون خدا اعتماد داشته باش، برش میگردونه. اون اعتماد به خداوند سفت و محکم داشته باش و حالا این داروها رو بخور.